بینندگان عزیز سلام، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز چهارشنبه 27 ماه فوریه سال 2013 میلادی برابر با 9 اسفند ماه 1391 با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. مطمئنم که برنامه امروز مورد پسندتون واقع میشه، چون مهمان عزیزی رو داریم در برنامه که مدت ها بود تلاش میکردم با ایشون صحبتی داشته باشم ولی ایشون خیلی گرفتار و تو تلویزیون‌های مختلف. اجازه بدید سلام کنم به آقای دکتر محمد سهیمی از کالیفرنیا، تشکر کنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن و در مورد انتخابات و مسائل دیگه با ایشون صحبتی داشته باشیم. آقای دکتر سلام و خوش آمد میگم به شما. خدمت شما جناب صوربی و هموطنان عزیز سلام عرض می‌کنم. خیلی خوشحال و همینطور سپاسگزارم که در برنامه شما شرکت کنم و خوشحال میشم که با شما هر موقع که خواستید صحبت کنم. خیلی ممنون، امیدوارم بیشتر شما رو داشته باشیم. آقای سهیمی، شما یکی از نادر ایرانیایی هستید که خیلی منطقی و بدون به اصطلاح تعصب صحبت میکنید. من برنامه‌های شما رو از تلویزیون تایم دنبال میکردم و امروز مایل هستم که به دوستان هم بگید که برنامه هاتون در کدوم تلویزیون ها هست یا روی یوتیوب، فیسبوک، اگه بتونن دوستان شما رو تعقیب کنن. اگر تا امروز با شما آشنا نشدن حتما این کار رو انجام بدن. من از این بابت از شما ممنونم که جامعه ما رو مخصوصا با این قهر و آشتی ها و عصبانیتی که در هممون وجود داره یک قدم دارید به یک قدم که چرز کنم ممکنه چندین قدم به سوی منطقی بودن، هر کسی صحبت خودش رو بکنه، نظرات خودش رو بگه، پیش میبرید و من به نوبه خودم به عنوان یک ایرانی در خارج از کشور از شما ممنون و متشکرم. شما یه مقداری برای دوستان بگید که این آقای محمد صمیمی که دکتر هستن در کالیفرنیا کی هستن، چی هستن، چگونه به تلویزیون‌های ایرانی آمدن و چه علاقه‌ای دارن که با جامعه ایرانی برون مرز و درون مرز صحبتی داشته باشن. اجازه بدید آقای صبحی اول از شما تشکر کنم نسبت به ابراز لطفتون نسبت به بنده. بنده اگر کاری هم انجام دادم، اگر خدمتی هم دستم بر بیاد برای جامعه ایرانی و برای مملکتم، وظیفه‌ام رو به عنوان یه ایرانی انجام دادم و متاسفانه در جامعه ما ایرانی ها به خصوص در خارج از کشور اونقدر ما مسائل جنبی داشتیم و اونقدر دعواها بوده که وقتی هم که کسی که وظیفه میهنی و مملکتی خودش رو انجام میده ممکنه به نظر یه عده بزرگ بیاد، در حالی که به نظر من اصلا اینطور نیست. البته کار کسانی مثل شما که فرهیختگان برنامه خودتون میانید زحمت میکشید با کار اشخاصی نظیر من بسیار فرق میکنه و کار شما بسیار بالاتر و گرانبهاتر و با ارزشتر از کارهای مثل بنده است. در مورد خودم اجازه بدید عرض کنم که من در دهه 1970 یعنی 1350 در دانشکده فنی دانشگاه تهران درس میخوندم. اونهایی که با ایران در اون سالها آشنا هستن به خوبی میدونن که دانشکده فنی دانشگاه تهران مرکز فعالیت‌های سیاسی و مبارزاتی بر ضد شاه بود و طبیعتاً همه اونهایی که در دانشکده فنی میرفتن و به سیاست علاقه ای داشتن تحت تاثیر جو دانشگاه وقایع سیاسی رو دست کم دنبال میکردن. کسانی بودن در دانشکده فنی از همکلاسای ما، هم دورهای ما، قبل از ما، بعد از ما، که حتی به گروه های مسلح که بر ضد دولت شاه مبارزه میکردن پیوستن. گروه های هم بودن، بچه های هم بودن مثل بنده که ما در اعتصابات شرکت میکردیم، در اعتراضات شرکت میکردیم و به همین دلیل ما همیشه خیلی سیاسی بودیم. بعد که من به آمریکا آمدم، اون موقعی بود که انقلاب تازه شروع شده بود، من ماه مارچ 1978 درست قبل از عید 1357 به آمریکا آمدم. اون موقعی که من آمدم تظاهرات در قم و تبریز شروع شده بود، انقلاب شد. بنده در دانشگاه مینسوتا در شهر مینیاپولیس مشغول تحصیل بودم، دوره دکترا رو می‌گذروندم. اون موقع در شهر مینیاپولیس بنده فعالیت‌های سیاسی بسیار زیادی داشتم. تمام روزنامه ها و نشریات تمام گروه های مختلف صرف نظر از که من موافق یا مخالفشون بودم، همه اینها رو من تکثیر میکردم و بین بچه های ایرانی اونجا پخش میکردم. این تا حدود سال 1981. در 1981 اگر همطور که میتونید سازمان مجاهدین اسلحه برداشت و شروع به مبارزه مسلحانه بر ضد دولت کرد، دولت هم شروع کرد زندانیان سیاسی رو اعدام کردن. این بود که
این گونه فعالیت ها کم شد. در این حال روزنامه ها و نشریاتی که در ایران اجازه فعالیت داشتن توسط دولت همه بسته شدن و بنابراین چیزی واسه اشخاصی مثل من که نشریات گروه های مختلف رو توزیع میکرد نمونده بود که ما بخوایم بین بچه ها توزیع کنیم و اونا رو آگاه کنیم. اولین مقاله سیاسی که بنده نوشتم در آمریکا به زبان انگلیسی همون موقع بود، در 1979 بود، موقعی بود که سفارت آمریکا در تهران رو گرفته بودم و بنده یه مقاله سیاسی در اون موقع نوشتم، توضیح دادم که این واقعه چرا اتفاق افتاده و ریشه هاش در کجا هست. من از 1990 تا کنون، یعنی حدود 22 سال قبل، علاوه بر کارهای علمیم که در دانشگاه USC داشتم و دارم، مقاله های سیاسی نوشتم و سعی کردم که در حد خودم، در حد توان خودم که خیلی هم بالا نیست، جامعه ایرانی به خصوص جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا رو از وقایع ایران آگاه کنم. اولین مقاله سیاسی من که در روزنامه های آمریکایی چاپ شد در 1998 بود، یعنی 15 سال پیش، که راجع به برنامه اتمی کشورهای خاورمیانه و جنوب غرب آسیا بود. اون موقعی بود که پاکستان و هند هر دو دست به آزمایش های هسته‌ای زده بودند و چون من به مسئله انرژی هسته‌ای و تکنولوژی هسته‌ای علاقه داشتم، انرژی یکی از میدان‌های تحقیقاتی بنده در عرض 30 سال گذشته بوده، این مقاله رو از نزدیک دنبال می‌کردم که اون موقع من یک مقاله نوشتم که در روزنامه لس آنجلس تایمز چاپ شد و عمده نکته‌ای که در اون روزنامه گفتم این بود که اگر کشورهایی مثل پاکستان که و هند و حتی ایران که ممکنه دنبال سلاح هسته‌ای بشه، البته بنده منتقد نیستم که اصلا، ولی حتی اگه فرض کنیم باشه، کشورهایی مثل اینها که درجه بیکاری در اون بالا است، خصوص فرض کنیم در پاکستان هم درجه بیکاری بالاست، هم درجه فقر بالاست، هم درجه بیسوادی بالاست، چرا یک چنین کشوری با چنین وضعیت خیلی بدی هزینه سنگینی رو صرف میکنه که دنبال سلاح هسته‌ای بره؟ و نکته که در اون مقاله میگفتن این بود که دلیلش اینه که این کشورها از لحاظ امنیت ملی احساس امنیت نمی کنن و اگر قرار باشه که این گونه آزمایش ها متوقف بشه و اگر قرار باشه این گونه کشورها دنبال سلاح هسته‌ای نرن، باید مسائل امنیتی ملی رو در این کشورها در سطح ملی مورد بررسی قرار داد. بعد از اون هم من همیشه جریانات سیاسی ایران رو تحلیل کردم، مقاله نوشتم. مقالات من همه جا هست، شما اگه به وبسایت های آمریکایی مراجعه کنید، من چون معمولا به زبان انگلیسی مقاله نویسم، مقاله هم اونجا هست. در سال 2008 با یکی از دوستان وبسایتی به نام تهران بیورو رو ما راه اندازی کردیم. 4 سال من در تهران بیورو از سال 2008 تا 2012، یعنی تا سال گذشته، مقاله نویس عمده وبسایت بودم که البته این تهران بیورو خیلی شناخته شده بود، شناخته شده شد. در وبسایت دیگه من مقاله نوشتم در مورد مسئله اتمی ایران، همونطور که عرض کردم چون مسائل انرژی و تکنولوژی هسته‌ای یکی از مسائل مورد علاقه تحقیقاتی من بوده، همیشه من این مسائل رو تحلیل کردم. مقاله های من راجع به برنامه اتمی ایران که برای اولین بار در سال 2003 منتشر شد و هنوز ادامه داره، در بسیاری از وبسایت ها و حتی روزنامه های آمریکایی منتشر شده. حقیقت چه بخوان، شما فرمودید که من در برنامه تلویزیون خودم که در تایم تیوی هست و پنجشنبه شب ها 8 شب به وقت لس آنجلس پخش میشه، منطقی صحبت میکنم. حالا صرف نظر که واقعا منطقی صحبت میکنم یا نه، اجازه بدید عرض کنم که من چون یک پژوهشگر علمی هستم و ما در پژوهش های علمی خودمون وقتی که مقاله علمی می نویسیم و بحث های علمی داریم، باید با سند و مدرک صحبت کنیم، وگرنه کسی حرف های تحقیقات علمی ما رو قبول نمی کنه. ما هم با بگونه انسان مقاله علمی می نویسیم، اون اولش وقتی شروع می کنیم راجع به موضوع صحبت می کنیم، بگیم در گذشته فلان کس این کار رو کرده، در فلان کس این کار رو کرده و فرض کنید به این دلیل کار ایشون کامل نبوده و بنابراین تحقیقات هنوز ادامه داره. برای اینکه بتونیم چنین ادعایی رو بکنیم، باید منابع مرجع رو در اختیار خواننده قرار بدیم، باید دلیل و مدرک کافی داشته باشیم، و اگر وقتی مقالهمون رو برای مجله های علمی میفرستیم، چون مقاله های ما توسط مجله های علمی، توسط کسانی که در همون میدان های تحقیقاتی کار میکنن،
داوری میشه اونها مقاله رو قبول نخواهند کرد. در مورد مسئله سیاسی هم طریق بنده همین اینه، ما وقتی راجع به مسائل سیاسی صحبت میکنیم باید به طور ابجکتیو صحبت کنیم، به قول آمریکایی ابجکتیو. اجازه بدید که عرض کنم ابجکتیو معنیش این نیست، هم که حتما خودتونم میدونید، معنیش بی‌طرفی نیست. شخص بی‌طرف و شخص ابجکتیو لزوما یکی نیستن. ابجکتیو کسی هست که به مسائل موجود از یعنی از نظر من به مسائل موجود نگاه دقیقی داره، نگاه خودش رو مطرح میکنه و در عین حال نگاه‌های دیگر هم که با نگاه خودش ممکنه در حال رقابت بشن مطرح میکنه. این رو من چنین شخص رو بهش میگم ابجکتیو. بنابراین بنده هم در تحلیل‌های خودم سعی کردم که ابجکتیو باشم. بنده خودم نظرات سیاسی خودم رو دارم، میدونم تمایلات سیاسی خودم در کدام طرفه، ولی در این حال معتقدم که خب کسانی هستن که افکار سیاسی من رو ممکنه همه یا بخشی از اون رو قبول نداشته باشن، ولی بسیاری حرفای خوب برای گفتن داشته باشن و لازمه که اون حرفا گوش کرد، از اون حرفا یاد گرفت، اون حرفا رو گسترش داد، به اطلاع مردم رسوند و بعد در تحلیل نهایی مردم خودشون هستن که باید انتخاب کنن که حرف چه کسی درسته و دنبال همون حرفا رو برن یا توسعهش بدن یا کمش کنن یا تغییرش بدن، ولی به هر حال در تحلیل نهایی این مردم هستن که باید تصمیم بگیرن که چه کسی راست میگه و چه کسی واقعا دلش واسه مملکت توسه. بسیار ممنونم. شما توی این صحبتاتون پس باور دارید که مردم میفهمن و برعکس خیلی از دوستانی که مجری برنامه هستن یا فکر میکنن محقق هستن، شما نمیگید که مردم نفهم هستن و افراد دیگه باید از بالا براشون تصمیم بگیرن؟ جناب صبحی، به نظر من مردم ما به خصوص در ایران، مردم ما در ایران، چون روی سخن من همیشه با مردم در ایران بوده، سعی کردم باشه، مردم ما در ایران به نظر من بسیار جلوتر از کسانی هستن که در اینجا، البته مقصودم اشخاصی مثل شما نیست، ولی بسیار جلوتر از کسانی هستن به عنوان مثال از اونهایی که در همین لس آنجلس جایی که من هستم در تلویزیون‌های مختلف برنامه اجرا می‌کنن و ادعا می‌کنن که راجع به مسائل ایران آگاه هستن. به نظر من مردم ایران بسیار آگاه هستن، بسیار از لحاظ تحلیل وقایع و سمت‌گیری درست جلوتر از بسیاری از این مجریان تلویزیونی در لس آنجلس هستن که به نظر من اصولاً بخش عمده‌ای از اونها اصلاً نمی‌دونن که داخل ایران چه خبره و کنش ها و واکنش ها در داخل جامعه به چه سمتی داره میره. مسلمن مردم میفهمن، مسلمن مردم آگاهی دارن، مسلمن مردم قدرت تشخیص رو دارن که چه کسی راست میگه و چه کسی اشتباه میکنه و بنابراین قدرت این رو دارن که تصمیم بگیرن که در چه جهتی باید حرکت کنن. ممنونم از شما. اتفاقا من همیشه توی برنامه ها میگم که ما حتی دیگه الان زبان اونها رو هم نمیتونیم صحبت کنیم، نوشته‌های اونها رو هم نمیتونیم بخونیم و واقعا همون مثالی که بیرون گود نشستیم و به اونها که داخل گود هستن و اون فشار و اون خفقان روشون هست میگیم لنگش کن، یک حرف بیهوده‌ای هست. شما هم این توضیح رو کامل کردید، ممنونم. آقای سهیمی عزیز، میدونیم که بعد از انتخابات، اولا انتخابات ایران که خب صحبت‌های زیادی در موردش بوده مخصوصا در این 34 سال، آخرین انتخابات که 1388 بود خیلی به اصطلاح هم صحبت هم تظاهرات و هنوز هم دنبالش ادامه داره. حالا داریم نزدیک میشیم به انتخابات 1392. میخوام از یه شخصی مثل شما که در جریانات هستید، این امور رو از نزدیک نگاه میکنید و زیر ذره بین میذارید، به من بگید که اگر شما امروز بتونید رأی بدید، آیا در این انتخابات شرکت میکنید یا نه؟ اگر انتخابات شرکت میکنید چرا؟ اگر در انتخابات شرکت نمیکنید چرا شرکت نمیکنید؟ ببینید، اولا اجازه بدید که خدمت شما عرض کنم که به نظر من در جمهوری اسلامی انتخابات، همه ما این رو میدونیم ولی برای تاکید عرض میکنم، در انتخابات در جمهوری اسلامی هیچ موقع انتخابات آزاد و به معنی واقعی دموکراتیک و حتی منصفانه نبوده. این رو با یک یا دو استثنا من میتونم به جرات بگم که این انتخابات هیچ موقع آزاد دموکراتیک نبوده. شاید به عنوان مثال انتخابات مجلس اول در 1358 تا حدی آزاد بود. انتخابات دوره دوم
شوراهای شهر که در دوران آقای خاتمی برگزار شد و در اون تمام احزاب و گروه های داخلی ایران حق شرکت داشتن، به نظر من انتخابات آزاد نسبتا آزادی بود. بقیه انتخاباتش بقا آزاد و منصفانه نبوده. آزاد نبودنش که واضحه، چون هر کسی که میخواسته نمیتونست کاندیدا بشه. منصفانه نبودنش هم واضحه، به دلیل که همیشه جناح دولتی و جناح حاکم از امکانات عظیم مملکتی برای پیشبرد برنامه‌های خودش و برای پیشبرد کاندیداهای خودش استفاده کرده، در صورتی که این نباید اینطور باشه. انتخابات 1388 در واقع دنباله وقایع بود که از انتخابات مجلس هفتم یعنی در سال 2004 شروع شد. اگر خاطرتون باشه در انتخابات مجلس هفتم در سال 2004 شورای نگهبان حدود 650 تا از بهترین و شناخته شده ترین کاندیداهای اصلاح طلبان رو رد صلاحیت کرد. بعد از چه مجلس هفتم مجلسی بود فرمایشی. اصلاح طلبان همون موقع من یادم پیش بینی کرده بودن که در 189 حوزه انتخاباتی چه کسی انتخاب خواهد شد و بعد از انتخابات دقیقاً پیش بینیشون کاملا و به طور 100% درست از آب درآمد. اون مجلس مجلسی بود فرمایشی، به هم دلیل در اون موقع خیلی متداول شده بود که خیلی از اصلاح طلبان به اونهایی که نماینده مجلس شده بودن میگفتن راه یافتگان مجلس، نمیگفتن نمایندگان مجلس، چون در واقع به لطف شورای نگهبان مجلس راه پیدا کرده بودن. اون سرآغاز یک روند تازه‌ای در جمهوری اسلامی شد، به این نحو که انتخابات محدودتر و محدودتر و محدودتر شد. آقای مهدی کروبی حوزه 3 سال پیش صحبت بسیار خوبی کردن. ایشون گفتن که کشتی بزرگ نظام تبدیل به یه قایق کوچیک شده، یعنی کسانی که خیلی کسانی که در اول انقلاب یا حتی در سالهای میانی انقلاب هنوز فکر میکردن که در این نظام جمهوری اسلامی میشه فعالیت کرد و میشه کاری واسه مردم انجام داد، یواش یواش یا از کشتی پیاده شدن یا از کشتی به بیرون پرتاب شدن و الی آخر. در نتیجه این نظامی که اینها همش ازش دفاع میکنن تبدیل به یک قایق کوچیک شده. انتخابات مجلس هفتم دنبالش انتخابات ریاست جمهوری سال 2005 یعنی 1384 بود که در اون آقای احمدی نژاد با مقداری تقلب به دور دوم انتخابات رسیدن و در دور دوم انتخابات هم با حمایت عظیم بسیج و نیروهای سپاه به ریاست جمهوری رسیدن. در 1388 مردم کارنامه آقای احمدی نژاد در 4 سال اولش رو دیده بودن و می‌خواستن که ایشون رو به طور مسالمت‌آمیز از ریاست جمهوری برکنار کنن. منتها در انتخابات همونطور که همه ما می‌دونیم تقلب‌های بسیار زیادی شد و در نتیجه مردم اعتراض کردن. آقای خامنه‌ای که رهبر مملکت جلوی مردم ایستاد و به اونها گفت که اگر تظاهرات حتی مسالمت‌آمیز انجام بدید خونشون گردن خودشونه و همین اتفاق هم افتاد. حدود 125 نفر از بهترین شهروندان مملکت ما جان خودشون رو به دلیل تظاهرات مسالمت آمیز در اعتراض به تقلب بزرگی در انتخابات شده بود از دست دادن. هزاران نفر دستگیر شدن، صدها نفر هنوز در زندان هستند. در بازداشتگاه کریزک 4 نفر از جوانهای ما کشته شدن و وقایع اتفاق افتاد که همه اونا از راجب اونها آگاه هستن. حالا همونطور که فرمودید به انتخابات 1392 نزدیک میشیم. اولا اجازه بدید در مورد شرکت در انتخابات من عرض کنم که شرکت در انتخابات فقط رأی دادن در روز رأی نیست. شرکت در انتخابات شرکت در روند انتخاباتی هست. روند انتخاباتی هم از بحث در مورد انتخابات و اینکه آیا واقعا باید در روز انتخابات رأی داد یا نیست شروع میشه، به کاندیداها میرسه، به برنامه‌های کاندیدا میرسه، به جناهایی که این کاندیداها به اون وابسته هستن میرسه و الی آخر. به نظر من در شرایط کنونی با توجه به آنچه که در ایران میگذره بجز افشاگری راجب این انتخابات و بجز افشاگری راجب کاندیداهایی که حاکمیت قبولشون داره و میخواد در انتخابات شرکت کنه، شرکت دیگه‌ای در انتخابات نمیشه کرد. یعنی بنده اگه قرار بود همین امروز این انتخابات برگزار میشد به هیچ عنوان تحت این شرایط حاضر نبودم رأی بدم. ولی همونطور که عرض کردم شرکت در انتخابات فقط رأی دادن نیست، شرکت در انتخابات شرکت در روند انتخاباته و بخش از این روند افشاگری راجع به وقایعی است که در داخل مملکت داره میفته. بهترین فرزندان ما در زندان هستند. اینها کسانی هستند که اگر بیرون زندان بودند و انتخابات یه مقدار منصفانه و آزاد بود میتونستن کاندیداهای بسیار سطح بالایی واسه مملکت باشن. حاکمیت تمام نیروها رو که میتونن در انتخابات تاثیر داشته باشن یا به زندان انداخته نمایندگانشون رو یا اونها رو به شدت ترسونده
شما همین بازداشت روزنامه‌نگاران در عرض چند هفته گذشته ببینید، در واقع این به خاطر انتخابات، چون اینها میترسن که این روزنامه‌نگاران با نوشته‌های خودشون پتانسیلی که در مردم وجود داره، به نظر من برخلاف آنچه که خیلی ها در خارج از ایران ادعا میکنن، جنبش سبز نه تنها نمرده بلکه زنده و سرسبز است، منتها در زیر سطح قرار داره، روی سطح نیست. و حاکمین از این میترسه که به دلیل شرایط انتخاباتی و به دلیل کنش و واکنش هایی که بین فعالان سیاسی و اجتماعی ممکنه اتفاق بیفته، این پتانسیل ممکنه دوباره به سطح بیاد و مردم رو به خیابون ها بکشونه، به خصوص با توجه به شرایط وحشتناک اقتصادی که نه تنها به دلیل فساد عظیم دولتی که همیشه در جمهوری اسلامی وجود داشته ولی در دوران آقای احمدی نژاد به اوج خودش رسیده، بلکه به خاطر تحریم هایی بودی که غرب به رهبری آمریکا بر ضد ایران اعمال کرده، در تحت شرایط اقتصادی بسیار وحشتناکی که وجود داره و اختناق سیاسی که در مملکت وجود داره، واضحه که اگر فعالان اجتماعی بتونن مردم رو نسبت به موضوع این جریان ها آگاه‌تر و آگاه‌تر کنن، البته مردم آگاه هستن ولی خب مردم عادی از جزئیات خیلی از جریان ها در اطلاع نیستن، بدن که گرفتار زندگی روزانه شون هستن، برای اینکه فعالان سیاسی بتونن این کارو بکنن، اون وقت اون پتانسیلی که در مردم وجود داره به دلیل نارضایتی که از وضع وحشتناک بد اقتصادی و در عین حال اختناق سیاسی و اجتماعی که در اینا وجود داره، این پتانسیل میتونه مردم رو به سطح خیابون‌ها بکشونه. حاکمیت هم به خصوص از این نکته آگاهه که اگر مردم به خصوص به دلایل اقتصادی به تظاهرات خیابانی بپردازن، به آسونی نمیشه اونها رو به خونه‌ها برگردون. ببینید بعد از انتخابات 1388 وقتی که مردم به خیابان‌ها اومدن، اعتراض اصلیشون رأی من کجاست یا رأی من کو بود، به همین دلیل چون اعتراضات سیاسی و به دلیل تقلب در انتخابات بود، با اعمال خشونت مردم به به خونه ها برگشتن. ولی اگر مردم دوباره به خیابان ها بیان و این بار به دلایل شرایط وحشتناک اقتصادی که در مملکت وجود داره و فساد عظیمی که در مملکت وجود داره، در دولت وجود داره، که این فسادها و اثراتش به خاطر تحریم‌ها تشدید شده، مردمی که چیزی از لحاظ اقتصادی ندارن و به خیابان‌ها میان برای اعتراض، به آسونی به خونه‌هاشون بر نمی‌گردن، چون در واقع چیزی رو ندارن که از دست بدن. به همین دلیل حاکمیت هر روز اختناق خودش رو در ایران شدیدتر و شدیدتر کرده. همونطور که عرض کردم، به عنوان مثال دستگیری 10 نفر از روزنامه‌نگاران یکی از این نمونه هاست. به اصلاح طلبان و طرفداران جنبش سبز اخطار داده شده که به هیچ عنوان فعالیت سیاسی نکنند. و حتی به شخصیت های مثل به عنوان مثال آقای خاتمی که رئیس جمهور سابق همین مملکت هست، فشار خیلی زیادی هست. در این حال حاکمیت در درون خودش دچار اختلاف بسیار شدیده. ما میدونیم که جناح آقای احمدی نژاد با جناح طرفدار آقای خامنه‌ای در درگیری هست. در جناح طرفدار آقای خامنه‌ای هم اختلافات وجود داره، یعنی این جناح طرفدارای خامنه‌ای یک دست نیست. من به عنوان مثال خدمت شما عرض میکنم که فرض کنید به عنوان مثال از دورانی که آقای احمدی نژاد سر کار اومد، کنترل بخش بسیار مهمی از اقتصاد ایران به دست سپاه پاسداران افتاده. قبل از آقای احمدی نژاد، بازاریان که نمایندگان سیاسیشون محافظه‌کاران سنتی و حزب مؤتلفه اسلامی و احزابی از این گونه بودن، منافع ایران رو در اینها رو در داخل حاکمیت نمایندگی میکردن و تا حدی حفظ میکردن. ولی وقتی که کنترل اقتصاد به دست سپاه و نیروهای آراسته به سپاه افتاد، بخشی مهمی از منافع این بازاریان که همیشه در گذشته پیرو و مدافع روحانیت بودن، به خطر افتاده. به هم دلیل شما تظاهرات در بازار رو چند ماه قبل مشاهده کردید. اینها از اوضاع کنونی ناراضی هستن. شما می‌بینید که به عنوان مثال آقای حبیب‌الله عسکری اولادی که دبیرکل سابق حزب مختلفه بود و همین از شخصیت‌های بانفوذ محافظه‌کاران سنتی هست، میاد نارضایتی خودش رو با گفتن این که آقای میرحسین موسوی و آقای مهدی کروبی اهل فتنه نیستن، فتنه کلمه‌ای است که اینها برای جنبش سبز به کار می‌برن، اهل فتنه نیستن، نشون میده. یا به عنوان مثال آقای علی مطهری در مجلس، وقتی درست روز بعد از که آقای خامنه‌ای میگه که استیزا فلان وزیر آقای احمدی نژاد کار درستی نیست، ایشون روز بعد میگه نخیر، این استیزا کار بسیار درستی بوده، باید ما میکردیم، اگر ایشون میخواستن ما نکنیم باید پیغام میدادن. و
بنابراین همچون که میبینید هم در داخل کل حاکمیت اختلافات بسیار عمیقه و هم در داخل جناح طرفدار آقای خامنه ای. حاکمیت وقتی یک دست نماشه و اینها به جون هم دیگه بیفتن، در تحلیل نهایی به نفع مردمه. بنابراین در تحت چنین شرایطی شرکت در انتخابات معنیش اینه که مردم رو نسبت به این اختلافات عمیق در درون حاکمیت بیشتر آگاه کنیم و به اینها بیشتر آگاهی بدیم که در واقع هیچ کدوم از اینها یا بخش مهمی از اینها که در داخل حاکمیت هستن، دعواشون بر سر قدرته، نه بر سر دلسوزی که به خاطر مردم دارن. به عنوان مثال آقای احمدی نژاد راجع به فساد در مورد برادران آقای لاریجانی صحبت کرده و حرفش هم کاملا درسته، ولی واقعیت اینه که اطرافیان آقای احمدی نژاد خودشون در گسترش این فساد در از 7 سال و نیم گذشته نقش بسیار مهمی داشتن و بنابراین دلسوزی آقای احمدی نژاد به خاطر این فسادی که در بین برادران لاریجانی وجود داشته، درسته که در تحلیل نهایی به نفع مردم و آگاهی اون هست، ولی مردم باید متوجه بشن که ایشون از به خاطر دلسوزی واسه مردم این حرفا رو نزده، بلکه به خاطر درگیری که خودش و جناح خودش با آقای خامنه ای و جناح آقای خامنه ای داره. از این گونه مسائل بسیار زده. یا آقای احمدی نژاد میان راجع به انتخابات آزاد صحبت میکنن. اگر ایشون واقعا طرفدار انتخابات آزاد بودن، در 1388 وقتی که اعتراضات چند میلیونی مردم رو دیدن، داوطلبی خودشون رو کنار میکشیدن و خواهان برگزاری انتخابات دوباره در شرایط آزاد شدن، ولی ایشون این کارو نکردن. بنابراین این که ایشون الان بیان از انتخابات آزاد به عنوان مثال در نظام پزشکی صحبت کنن و در واقع یک اختیار به طور غیر مستقیم بدن راجع به انتخابات 4 ماه دیگه، باز ایشون به خاطر دلسوزی واسه مردم این کارو نکردن، ولی به خاطر جناح خودشون و طرفداران خودشون کردن. درسته که این اختیارها ممکنه در تحلیل نهایی به نفع مردم باشه، ولی مردم در این حال باید آگاه باشن که این گونه دلسوزی ها فقط واسه خودشونه، نه واسه مردم. این گونه شرکت در روند انتخاباتی به نظر من بسیار مفید واسه مملکت و جامعه. مردم بهتر آگاه میشن، مردم بهتر متوجه میشن که چه کسی واقعا دلش واسه مردم میسوزه، نه به خاطر حفظ خودش در قدرت و نه به خاطر حفظ خودش بعد از اینکه از قدرت کنار میره مثل آقای احمدی نژاد. این گونه شرکت در روند انتخاباتی مفیده، ولی در تحت شرایط کنونی بنده هیچ گونه یعنی هیچ گونه تصویر رو نمیبینم که بشه در انتخابات 4 ماه دیگه به طور رأی دادن شرکت کرد. این انتخابات یه انتخاباتی فرمایشی خواهد بود که فقط کاندیداهای مورد علاقه حاکمیت در اون میتونن شرکت کنن و بنابراین رأی دادن در چنین انتخاباتی در واقع سه گذاشتن بر اولا انتخابات 1388، ثانیا قبول کردن انتخابات نمایشی در ایرانه و نباید این کارو کرد و باید ازش پرهیز کرد. ممنونم از شما، شما کار من راحت کردید، چون من میخواستم سوال کنم ازتون رابطه درونی حکومت و دولت، شما به خوبی توضیح دادید. ولی یه سوالی پیش میاد، هر وقت که اینها به مشکل برخورد کردن و اون آخر به مصلحت نظام رسیدن، ما دیدیم که اینها با هم سازش میکنن. شما در رابطه با به اصطلاح آقای لاریجانی و آقای احمدی نژاد گفتید، همین 2-3 روز پیش دیدیم که آقای احمدی نژاد به مجلس رفت و با وجود تمام درگیری ها خیلی با هم خوش و بش کردن و خوب بودن. از طرفی شما میگید که این درگیری ها خوبه، باعث میشه که مردم آگاه بشن و بفهمن که در درون اینها چی میگذره، ولی میبینیم که مردم یه مقداری دل سرد شدن به خاطر اون سال 1388 که دولتهایی مثل آمریکا و اینها دخالت نکردن. اون از طرفی اپوزیشن گروه مخالف قویه هم نداریم که از بیرون رهبری کنه. شما این رو، این خلأ رو چگونه توضیح میدید و امیدتون چی هست؟ ببینید، اولا بنده مخالف هر گونه دخالت دولت‌های خارجی در امور داخلی ایران هستند. حتی وقتی که جنبش قوی و نیرومندی مثل جنبش سبز در ایران وجود داشت و در بعد از انتخابات 1388 به خیابان‌ها آمد و به تقلب بزرگی در انتخابات شده بود اعتراض کرد، بنده معتقد نیستم که دولت‌های خارجی باید به جنبش دموکراتیک در ایران کمک کنند. بله، حمایت اخلاقی توسط سازمان ها و گروه هایی که واقعا کارنامه روشنی در دفاع از حقوق بشر، در دفاع از زندانیان سیاسی و اینها دارن،
برای جنبش دموکراتیک ایران بسیار مفیده. افشاگری در مورد وضعیت زندانیان سیاسی در ایران در سطح جهان بسیار مفیده. صدای مردم رو در خارج از ایران بلند کردن برای مردم بسیار مفیده. به نظر من مهمترین وظیفه‌ای که ایرانی‌های مقیم خارج دارن اینه که صدایی بشن برای مردم در داخل ایران که به مردم جهان در مورد اوضاع داخل ایران آگاهی بدن و در مورد زندانیان سیاسی، در مورد وضعیت فعالان حقوق بشر، در مورد تبعیض در مورد خانم‌ها، در مورد تبعیض در مورد اقلیت‌های مذهبی آگاهی بدن. ولی بنده به هیچ عنوان معتقد نیستم که به عنوان مثال دولت آمریکا یا دولت‌های غربی متحد آمریکا باید به نحوی درگیر مسائل داخلی ایران بشن و به گروه‌ها کمک کنن. اولا که این گونه کمک‌ها توسط حاکمیت در ایران بلافاصله به عنوان نشونه جاسوس بودن اینها به حساب میاد و همه اونهایی که مظنون هست به زندان میذاره، کما اینکه همیلان انداخته، همین الان که هیچ رابطه‌ای بین گروه‌های داخل ایران و به خصوص جنبش سبز و خارج نیست و دولت‌های خارجی نیست، شب و روز ما اتهام می‌شیم که اینها در واقع این جنبش سبز فتنه‌ای بوده که از طرف دولت‌های خارجی و اجرا شده در ایران. وای به حال روزی که واقعا این موضوع حقیقت هم داشته باشه و این دولت‌های خارجی واقعا کمکی هم کرده باشن. بنابراین اولا که این اصولا چنین چیزی برای فعالان داخل مملکت کار مثبتی به حساب نمیاد. در این حال بنده شخصا معتقدم که دولت‌های غرب مثل دولت آمریکا و متحدانش اصولا کارنامه روشن و قابل قبولی در دفاع از حقوق بشر و در دفاع از حکومت‌های دموکراتیک ندارن که بخوان خودشون رو مبلغ و مدافع دموکراسی و حقوق بشر در کشورهای مثل ایران بدونن. شما در همون خاورمیانه که نگاه کنید می‌بینید که ارتجاعی‌ترین و بدترین حکومت مذهبی در اون خاورمیانه جمهوری اسلامی نیست، بلکه دولت عربستان و رژیم عربستان است. این دولت اگر من بگم فاشیست‌ترین و ارتجاعی ترین دولت مذهبی در تمام دنیا هست، شاید مبالغه نکرده باشم، ولی این دولت مورد حمایت کامل آمریکاست و از متحدان نزدیک آمریکاست و نقش اصلی رو در رسوندن اسلحه به اونهایی که در داخل سوریه با دولت سوریه در حال جنگن داره، یا دولت‌های دیگه عرب کشورهای خلیج فارس. هیچ کدوم از اینا حکومت‌های دموکراتیک که نیستن، هیچ، بلکه حکومت‌های دیکتاتوری و یا نزدیک به دیکتاتوری هستن. شما وقایع بحرین رو نگاه کنید، شما در امارات متحده عربی رو نگاه کنید، شما در عمان رو نگاه کنید، اردن رو نگاه کنید. هیچ کدوم از اینا در واقع نه تنها دموکراتیک نیستن، بلکه با دموکراتیک بودن بسیار فاصله دارن. در این حال تمام این کشورها متحد نزدیک آمریکا هستن و با آمریکا در بسیار تعاملاتی که در خاورمیانه انجام میشه همدستی دارن. بنابراین بنده اصولا به دخالت کشورهای مثل آمریکا در امور داخل ایران یا کمک به جنبش دموکراتیک ایران معتقد نیستم. عرض کردم بنده به افشاگری در مورد زندانیان سیاسی در ایران، وضع بد حقوق بشر در ایران، نقض حقوق شهروندان در ایران، اون هم توسط سازمان‌ها و جوامع سیاسی اجتماعی، یعنی سازمان‌های غیر دولتی که کارنامه بسیار روشنی در این مورد دارن، بسیار مفید خواهد بود. کما اینکه خیلی از هموطنان ما از این گونه فعالیت‌ها دارن. ولی این که ما بگیم که ما بیام از دولت آمریکا یا وزارت خارجه آمریکا تقاضای کمک کنیم برای اینکه در ایران ما به دموکراسی بشیم، بنده به این چنین چیزی معتقد نیستم. ما چوب این گونه دخالت‌ها رو در گذشته خواهیم خورد و اگه بخواد این قرار بشه این اتفاقات در آینده هم بیفته، چوب اون رو خواهیم خورد. آمریکا و متحدانش دلشون واسه مردم ایران نسوخته. آمریکا و متحدانش دنبال آن چیزی هستن که خودشون فکر می‌کنن منافع ملی خودشونه، صرف نظر از این که دفاع از یک حکومت دیکتاتوری فاشیستی مذهبی مثل عربستان جز منافع واقعی ملی آمریکا باشه. آمریکا و متحدانش فکر می‌کنن که حمایت از اینها حمایت از منافع ملی آنها هست. در مورد ایران هم همینطوره. اگر اینها کاری انجام بدن، در واقع به خاطر منافع خودشون انجام میدن. کمان که در دوران شاه کودتای 1332-1953 را انداختن و دولت ملی و دموکراتیک زنده یاد محمد مصدق رو سرنگون کردن و شاه رو به جاش گذاشتن و شاه تبدیل به دیکتاتور شد تا ما رسیدیم به انقلاب 1979
یا 1357 همین الان هم وقت فرق نکرده. شما به وقایع مصر نگاه کنید، وقتی که روشن شد که حسنی مبارک در بین اکثریت عظیم مردم مصر واقعا منفوره، واقعا مردم ازش تنفر دارن، همون دولت آمریکا در که در اول وقایع مصر از دولت حسنی مبارک حمایت میکرد، ترتیبی داد که منفورترین شخص اون حکومت یعنی آقای حسنی مبارک از صحنه کنار خارج بشه، با این به اصطلاح قصد که ساختار واقعی قدرت در مصر رو حفظ کنن. کمان که همینطور شد، ساختار واقعی قدرت در مصر همیلان تفاوت زیادی با قبل از وقایع مصر در دو سال گذشته نداشته. ارتش هنوز در مصر نقش بسیار مهم رو داره، ارتش هنوز در مصر در پشت پرده منافع اقتصادی عظیم داره، ارتش مصر یک ارتش آمریکایی و تعلیم داده توسط پنتاگونه و دولت مصر و دولتی که سر کار اومده یعنی دولت اخوان المسلمین دولتی نیست و نظام فکری نیست که به حکومت دموکراتیک واقعی معتقد باشه. منتها خب دولت آمریکا و متحدانش متوجه شدن که اخوان المسلمین در مصر سازماندهیش از همه بیشتره، امکانش از همه بیشتره و با اخوان المسلمین کنار اومدن. آیا این کار به نفع مردم مصر بوده؟ بنده چنین موضوع رو قبول ندارم. اپوزیسیون سکولار و دموکرات واقعی در مصر با دولت اخوان المسلمین به رهبری آقای محمد مرسی مخالفه و همین دیروز رهبران این اپوزیسیون اعلام کردن که در انتخابات پارلمان مصر که قرار روز 22 آپریل برگزار بشه شرکت نخواهند کرد. بنابراین همونطور که ببینید در مورد مصر که خب یک کشور استراتژیک مثل ایرانه، آمریکایی‌ها کاری که کردن این بود که فقط منفورترین چهره‌های نظام سیاسی رو برداشتن، ولی اصل اون نظام سیاسی در مصر هنوز هست. در مورد ایران هم همینطوره و بنده به هیچ عنوان خوشبین نیستن که اینها بتونن برای ما کاری انجام بدن که واقعا به خاطر دلسوزی واسه مردم ما باشه. ممنونم از شما. در مورد این نیروگاه های اتمی یا بمب اتمی یا اینها شما گفتید که مقالات رو نوشتید و تحقیقاتی رو انجام دادید، میخواستم در اون مورد سوال کنم ولی قبل از اون یکی از دوستان ایمیل فرستادن، ایمیلشون رو برای شما هم فوروارد کردم. نوشتن که این نظر شما در رابطه با نشست این 5+1 و قرار به اصطلاح توافقشون چیه؟ آیا فکر میکنید توافقی صورت میگیره یا نه؟ خود ایشون نوشته که ایشون فکر میکنه که توافقی صورت نخواهد گرفت. من هم آقای صبری فکر نمیکنم که توافق مهمی صورت بگیره. دلیلش دوگانه هست. از جانب جمهوری اسلامی به نظر من اینو در یک مقاله سال گذشته به طور مفصل توضیح دادم، از جانب جمهوری اسلامی به نظر من مذاکرات و دیپلماسی به طور واقع بینانه صورت نمیگیره. به نظر من رهبر جمهوری اسلامی و اونهایی که دور برش هستن تصور خیلی ساده لوحانه و خیلی 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 غیر واقعی از تحولات جهان دارن و به هم دلیل هنوز فکر میکنن که میتونن بر مواضع خودشون که در چند سال گذشته وجود داشته پافشاری کنن. اجازه بدید یه مثالی خدمتتون عرض کنم. تا قبل از که نفت ایران رو تحریم کنن، تمام اون کسایی که دور بر آقای خامنه ای بودن و بلندگوهای حاکمیت بودن ادعا میکردن که غرب به هیچ عنوان جرأت نمیکنه غرب نفت ایران رو تحریم کنه، در این که اگر نفت ایران رو تحریم کنن اون وقت قیمت نفت میشه 200-250 دلار در هر بشکه. ولی دیدیم که اینطور نشد، به در این که علاوه بر این که ایران نفت تولید میکنه و کشورهای اوپک، الان بسیاری از کشورهای غیر اوپک هستن که نفت تولید میکنن و در نتیجه باعث شدن که کمبود نفت ایران رو جبران کنن. به عنوان مثال خدمتتون عرض کنم آنگولا در غرب آفریقا یکی از کشورهای مهم تولید کننده نفت شده و اینها الان آمریکا بخش مهمی از احتیاجات نفتی خودش رو از آنگولا وارد میکنه. تولید نفت و گاز در خود آمریکا بسیار بالا رفته. آمریکا نسبت به چند سال پیش کمتر نیاز به ورود نفت و گاز از کشورهای خارجی داره. در این حال اونهایی که دور بر رهبر جمهوری اسلامی بودن ادعا میکردن که فکر میکردن که اگر تهدید کنن که تنگه هرمز رو میبندن این غرب عقب نشینی خواهد کرد و به هیچ عنوان اجازه نخواهند داد که به اصطلاح نفت ایران تحریم بشه، به دلیل اینکه آزادی عبور و مرور تانکرهای نفتی از تنگه هرمز میتونه مورد اختلال قرار بگیره. باز هم دیدیم اینطور نشد. کشورهای حوزه خلیج فارس خط لوله‌ای کشیدن، فکر میکنم امارات بوده، که نفت قطر و امارات رو بعد از تنگه هرمز در
دریای عمان تحویل نفتکش ها خواهد داد. بنابراین بستن یا نبستن تنگه هرمز هنوز مهم هست، ولی تأثیرش مثل گذشته نیست. در این حال عربستان خط لوله نفتی بسیار بزرگی کشیده که به جای اینکه نفت خودش رو از خلیج فارس صادر کنه، از دریای سرخ صادر خواهد کرد. بنابراین همطور که میبینید تأثیر بستن تنگه هرمز بر روی مبادلات و قیمت نفتی در جهان مثل گذشته نیست، ولی اینها هنوز فکر میکنن که هنوز همینطوره. چون تصور خیلی ساده لوحانه ای از تحولات بین المللی دارن، موازی هم که در مورد برنامه هسته ایران دارن ساده لوحانه و غیر واقعیه. بنده معتقد هستم که ایران به عنوان یک کشور در مورد مسئله هسته ای حقوق مهمی داره که این حقوقات توسط قراردادهایی که ایران در گذشته امضا کرده به رسمیت شناخته شده، ولی بنده معتقد نیستم که به خاطر حفظ این حقوقها یا به خاطر گسترش این حقوقها باید پافشاری کرد در حال حاضر و مملکت رو روز به روز در وضعیت بدتری قرار داد. به عنوان مثال خدمت شما عرض کنم، به نظر بنده غنی سازی اورانیوم در داخل ایران حق ایرانه، جزء حقوقی است که ایران با قراردادهای بین المللی امضا کرده. ولی آیا ما قراره به خاطر غنی‌سازی اورانیوم در داخل ایران که حق ما هم هست، ولی اولا اقتصادی نیست چون ایران از لحاظ منابع اورانیوم به اندازه کافی نداره، و ثانیا غنی‌سازی اورانیوم آنطوری که جمهوری اسلامی انجام میده باعث تحریم‌های بسیار شدید شده، آیا ما باید به خاطر پافشاری بر این موضوع مملکت در مورد تعرض تحریم‌های اقتصادی که به نظر من جنگ هست قرار بدیم، و یا اونقدر روی موضوع پافشاری کنیم که خدای نکرده در آینده کشورهای غرب و یا اسرائیل به ایران حمله نظامی کنند؟ مسلمه نه، یعنی ما باید بر حقوق خودمون پافشاری بکنیم، ولی در چارچوبی که منافع و مسائل ملی کشور رو حفظ میکنه. در حال حاضر منافع و مسائل ملی کشور این نیستش که کشور مورد تحریم قرار بگیره، مردم روز به روز زندگیشون بدتر بشه. چرا؟ به خاطر که مثلا ما اورانیوم رو در سطح 1975% میتونیم غنی سازی کنیم. خب جمهوری اسلامی نشون داده که میتونه این کارو بکنه، ولی حالا میتونه اگر واقعی باشه از این موضوع استفاده کنه و با غرب مذاکره کنه و از این کارت برنده استفاده کنه که هم برنامه هسته خودش دیگه مورد نگرانی غرب نباشه و هم تو تحریم ها راجع به ایران کم بشه. این از جانب جمهوری اسلامیه. از جانب غرب هم به نظر من اونها هم توقعات زیاد دارن و به طور واقع بیانه مذاکره نمی کنن. به عنوان مثال یکی از توقعات اینها از جمهوری اسلامی اینه که جمهوری اسلامی بلافاصله تأسیس فوردو رو در ایران ببنده. خب اگر ما بخوایم به طور واقع بینانه به این موضوع نگاه کنیم، تأسیسات فوردو که در نزدیکی قم قرار داره یکی از کارت‌های برنده جمهوری اسلامی هست. چرا؟ چون آمریکا و غرب و اسرائیل نمیتونن فوردو رو با بمباران از بین ببرن. بنابراین واقع بینانه اینه که اگر از جمهوری اسلامی میخوان که تأسیس فوردو رو حداقل به طور موقت به حالت تعلیق در بیاره، در برابر اون باید امتیاز مهمی به جمهوری اسلامی داده بشه، وگرنه هیچ کس که کوچکترین آشنایی با سیاست داشته باشه نمیاد برگه برنده خودش رو به خاطر یک امتیازهای جزئی و ناچیز از دست بده. و بنابراین اگر آمریکایی‌ها میخوان که جمهوری اسلامی واقعا به طور جدی به حالت تعلیق برآوردن تأسیس فوردو رو مورد توجه قرار بده، باید امتیاز مهمی بدن. به عنوان مثال تحریم بر روی مؤسسات مالی و بانک‌های ایران و لااقل بخشی از تحریم روی صادرات نفت رو بردارن. اگر اینطور شد خب اون وقت میتونه مذاکرات جلو بره. از طرف دیگه اگر اینها چنین قدم‌هایی رو بردارن، این زمینه قوی‌تر و بهتری برای اون بخش از ایرانی‌ها فراهم می‌کنه که معتقدن که جمهوری اسلامی به خاطر برنامه هسته خودش کشور رو در خطر قرار داده و از این طریق و از طریق قدم‌های مثبتی که غرب در راه مذاکره با ایران برداره میتونن صدای خودشون رو رساتر کنن. در داخل مملکت خیلی ها هستن که میخوان که رهبر جمهوری اسلامی با غرب در مورد برنامه هسته‌ای به توافق برسه. اگر غرب در مورد برنامه هسته ایران به طور واقع بینانه قدم برداره و در ازای درخواستایی که از جمهوری اسلامی داره امتیازهای قابل توجه و در همون سطح رو حاضر باشه بده، اون وقت صدای اونها که در داخل ایران خواهان مصالحه و به توافق رسیدن راجع برنامه هسته ایران هستند بلندتر و بلندتر خواهد شد.
ولی در تحت شرایطی که آمریکا از جمهوری اسلامی میخواد مهمترین کارت برنده خودش رو کنار بگذاره بدون اینکه به اونها امتیاز مهمی بده، صدای اونهایی که در داخل ایران هستن و میخوان مصالحه بشه تا مملکت از خطر دور بشه ضعیف خواهد بود. بنابراین به نظر من این مذاکرات به جایی نمیرسه مگر اینکه این دو تحول در هر دو طرف اتفاق بیفته. من ممنونم از شما، ازتون خواهش میکنم که دعوت من رو قبول کنید برای برنامه‌های آینده، هفته آینده باز با شما باشیم و یه بار دیگه لطف کنید بگید که برنامه‌هاتون در تلویزیون‌های مختلف چه ساعتی است تا دوستان بتونن شما رو در اون تلویزیون‌ها هم دنبال کنن و از صحبتاتون استفاده کنن. خیلی ممنونم جناب صبحی. اول اجازه بدید تشکر کنم که به من اجازه دادید در برنامه شما شرکت کنم. من خودم برنامه هفتگی دارم، تایم تی وی هست، ساعت 8 شب پنجشنبه به وقت لس آنجلس پخش میشه. این برنامه شنبه‌ها 11 صبح و 11 شب به وقت لس آنجلس دوباره باز پخش میشه. همینطور پنجشنبه ها 8 صبح به وقت لس آنجلس باز پخش میشه. انشالله در آینده نزدیک قصد دارم که برنامه های خودم رو با کمک شما در از تلویزیون شما باز پخش کنیم تا هموطنانو که داخل ایران هستن هم بتونن برنامه های بنده رو تماشا کنن. در این حال بنده با کمک دوستانمون یک وبسایت جدید راه اندازی کردیم. اسم وبسایت هست اخبار ایران و گزارش‌های خاورمیانه، ایران نیوز اند میدل ایست ریپورت. آدرس این وبسایت هم هست IME یعنی ایران میدل ایست imenews.com که اگه به اونجا برید آخرین اخبار راجع به ایران و همینطور کشورهای خاورمیانه هم به زبان فارسی و هم به زبان انگلیسی خواهید دید. در این حال مقالات بسیار زیادی اونجا هست، مقالات خود بنده است، مقالات کسای دیگه است، هم به زبان فارسی هم به زبان انگلیسی که مردم ما اونایی که صدای منو میشنون میتونن به این وبسایت مراجعه کنن و اینو ببینن. دوباره خدمت شما عرض میکنم اسم وبسایت هست ایران نیوز اند میدل ایست ریپورت، اخبار ایران و گزارش های خاورمیانه. آدرس اینترنتیش هم هست imenews.com که اینو به راحتی میتونن پیدا کنن. خیلی سپاسگزارم از شرکت در برنامه شما جناب سوروی. من ممنونم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و من میخواستم خواهش کنم که برنامه هاتون رو مثل دکتر محیط، مثل آقای حسیبی در تلویزیون مردم بازپخش کنید. شما خودتون عنوان کردید، ازتون تشکر میکنم. از طرف من به خانم سیمین تهرانی که یکی از بهترین تلویزیون ها رو الان دارن هم تبریک بگید هم سلام من رو برسونید. متشکرم جناب صبحی، خیلی ممنونم. انشالله فرصتی شه در ماهای آینده دوباره در برنامه شما شرکت کنم و با هم صحبت کنم. قربان، قرار شد هفته های آینده با شما باشی. هفته های آینده در خدمت شما هستم. خواهش مرسی، خدا نگهدارتون. از اینکه امروز از سر کار هم من مزاحمتون شدم واقعا تشکر میکنم. مرسی، خواهش میکنم، خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، در خدمت پروفسور محمد سهیمی بودیم. من اسم ایشون رو نوشتم دکتر وقتی که به وبسایت دانشگاه USC University of South California رفتم، دیدم که اونجا با لقب پروفسور و اینه که ما باید اونهایی که زحمت کشیدن لقبهایی رو گرفتن، کرسی دارن در دانشگاه و اینها، ما هم به همون اسم صداشون کنیم، اون هم در دور و زمانی که هر کسی رفته با $5,000 یک مدرک دکترا گرفته و هر وقت برنامه میذارن جلو اسمشون مینویسن دکتر. من میدونم مدت‌های زیادی برنامه های دکتر سهیمی رو از به صورت زنده نمیدیدم، چون 8 شب اونها میشه 11 شب ما. من بازپخشش رو میدیدم و استفاده میکردم. امیدوارم که این برنامه مورد پسند و مورد قبول شما هم واقع شده باشه. اگر ایمیلی میخوان بفرستید برای ایشون یا به اصطلاح پیامی براشون بذارید، لطف کنید با این شماره تلفن و این ایمیل آدرس تماس بگیرید.